سلام خدمت شما دوستداران هنر. ذوق شنیدن موسیقی، زندگی کردن با موسیقی، رفتن در جهان سبز واقعی موسیقی واقعا یک هنر میخواهد. پس ما هم در برنامه خودمانی در خدمت شما با یک هنرمند با استعداد جوان و این که آوازش شما بسیار زیاد دوست دارین ما هستیم. کسی که میگه ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی، دل بی تو به جان آمد، وقت است که تو بازایی. آرزو میکنم که این انتظارشان هم به پایین رسیده باشه و کسی را هم که میخواستن او دوباره در زندگیشان آمده باشه. او کسی دیگه نیست و جز از بشیر جان همدرد. بسیار زیاد خوش آمدی به برنامه. سلام، بازم تقدیم میکنم خدمت تمام بیننده های تلویزیون آریانا، همچنان مخصوصا بیننده های برنامه خودت. زنده چون دوزاران زیاد داری و همچنان خودم هم یکی از اونا می باشن. خب شما برعکسش هم میگین که شما زیاد علاقه من دارین و ای که دوطن خو هیچ دیده نمیشین. ای رخو هم وطن ها میفهمن که دوطن نیستین و چرا نمیخواین تو وطن بیاین و کنسرت داشته باشین؟ دوباره ایتی ببین همه بیننده و علاقه مند های آوازتان میخواین بفهمن. دلیل عمده هزی مدینه چان خان ایست که من متاسفانه در طول زندگیم، البته در می طول وقتی که من در جرمنی زندگی میکنم، 13 سال میشه البته که من زندگی میکنم، متاسفانه که من مشکلات ویزا داشتم. خب. من نمیتونستم. آرزو میکنم که مشکلات حل شده. انشالله تقریبا حل شده. انشالله از مخاطر امروز این خدمت شما تشریف آوردیم و یعنی یگانه دلیل عمدهش همی بود که من متاسفانه از اون طریق نمیتونستم افغانستان سفر کنم. و دلیل دومش هم البته همی بود که من میخواستم یک کمک کارهای هنریم بیشتر و زیادتر شود تا که من اگر افغانستان بیم دست خالی نبیم اقلا یک چیز باشه. فامیل در کجا زندگی میکنن؟ امرای فامیل یک جای هستین یا که جدا در کدام کشور دیگه اونا زندگی میکنن؟ از ما فامیل همگی در اروپا زندگی میکنن. بسیار البته مادر جانم که هست، امرای سی برادرهایم مابوچان، فریجان، سمیجان اینا در هالند زندگی میکنن. و در فرانکفورت که من زندگی میکنم، در شهر در جرمنی، در شهر فرانکفورت. اینجا هم یک برادر کلانم زندگی میکنه امرای فامیلش و همچنان همشریم آرسی شده است، اونا هم امرای فامیلش زندگی میکنه. یعنی تمام فامیلتان در اروپا هستن. بسیار خب. چی تصمیم داری؟ در این اواخر میخوایی واقعا علاقه مندی داری بیایی بر هموطنهای تو، کسایی که آوازت دوست دارن، کنسرت داشته باشی؟ چرا نه؟ ما یک دوسی آهنگ بخیر تهیه دیدیم که انشالله با ختم از این آهنگا دیگه بخیر در خدمت خود شما می باشم. انشالله با آهنگا رو که ببینیم و مطمئن هستم که مورد علاقه و پسند همگی شما قرار میگیره بخیر. بسیار عالی. یک آهنگ تان امرای سیتا جان قاسمی آهنگ محبت است. بله. دوگانه است امرای، فقط امرای سیتا جان آهنگ دوگانه خواندیم یا یک دوز دارین که امرای کدام هنرمند دگام دوگانه اجرا کنه یا فقط میخواین که مو آهنگتان بس کفایت بکنه؟ تصمیم داری؟ ما دوست دارم که امرای تمام هنرمندای افغانی همکاری داشته باشم، اما بعض وقتا فکر میکنم بهتر است که میگن هیچ آفت نرسد گوشه تنهایی را. دیگه من کوشش میکنم که تنها باشم. اگر خدا نکنه دینی، یعنی امرای سیتا جان هر وقت خواسته باشن میخورم، یعنی هر هنرمند افغان که مرا بوده یعنی میخورم. علاقه دارین که امرای کدام هنرمند آواز بخونید؟ ما امرای هنرمند بار دوم، البته آهنگ دوگانه تان که باشه امرای کدام. شما خود نام خدا همه گیشان هم میشناسین، زیاد اصلا نامشان هم بگیرم، یعنی هر کدامشان که بخوایم امرایشان میخونم. یعنی میخواین هر کس باشه فرق نمیکنه؟ یعنی اصل خودم چیزی که میخوایم دوست دارم که اصلا تنها بخونم، اما اگه کسی که میخوایم رای آهنگ دوگانگی داشته باشه ما در خدمت شما میشم. دوستای عزیزم میفهمن بشیر جان خودت بیشتر سبک هندی داری، اما تو راستی چطور است؟ تصمیم داری سبک تا تغییر بدی یا اینکه دمی را میخوای پیش بری؟ اما تو والا خود هندی که است یکی سیم است، یکی سی زندگیم شده و ما تقریبا 13 سال میشه که اصلا من فارسی میخونم. یعنی پیش از قبل از اون من صرف هندی میخونم. یعنی وقتی که آدم امرا با هندی تو یک وصلیت داشته باشه که قدر امرای زو یک جا بوده باشه، او را نمیتونه آدم از فرض کنه مثل یک دست واره دیگه، یعنی یک سی وجود انسان میشده باشه. اما فکر میکنم در موزیک یا در استایل تغییرات نامده. اگر شما یکان آهنگای مرحوم احمد زهر است ببینید، ما براتون یک مثال میتونم، مثلا آهنگ تو با منیست، این آهنگ افغانیست، یعنی کمپوزش توسط خود افغان ها شده. اینا رو من میده گرفتم تا نام تو با مذاق یک مصری هندی برشور کردم. خواندن از تو با منی، تو با منی، تو با منی، چو روح من، چو قلب من، تو درتنی، من اینو به این شکل جور کردم. یعنی ببینید که موزیک هندوستان با موزیک افغانستان چقدر یک شکل است. یعنی به این شکل است. من براتون میگم او بی وفا، او بی وفا، او بی وفا،
او بی وفا او بی وفا او بی وفا دیا بلا تو پیار میں یہ کیا دغا کیوں دل توڑ دیا کیوں دل توڑ دیا کیوں سا چھوڑ دیا ببینید چقدر بگیری میشنه یعنی ما اینا گرفتم تنها شیر هندی داشتن داختیم اما اینا ببینید که موزیک با هم دیگر بیخی میخوانن یعنی ما چلو فرق نمیبینم یعنی ما نمیبینم که ما خود ناقصه در موزیک افغانستان تغییرات آورده باشم یا در بعضی چیزای دیگه صرف کوشش میکنم که توانی ام هندی را که دارم شنونده های زیاد است بس ما کوشش میکنم بشیر جان که علاقمندانتان بی شمار است یک علاقمند بسیار سرسختتان هم هست واقعا آوازتان بسیار زیاد دوست دارم تو کدام وقت شده که در کدام جای برابر شده باشی و کدام کس گفته باشه که هیچ از صدایت خوشم نمیآید ایگه پتال شنیدی؟ والا راست شبو یه نهی پا خدا مدینی خند یعنی بیدون از این کلام گفت با خدا نگفتن چون ای از محبتشون بوده شاید کسایی هستن که اصلا شاید بد ببرن یا گفته باشه از استایلت یا از چیریت یا از والا آوازت والا گفتن بعض کسا مثلا گفتن که مویای دراز تا کوتاه کن خب بعض کسا میفر لطفا باشده مویای کوتاه تا دراز یعنی باند یعنی چرا کوتاه کردی ما در دو حالت خدا دیدم که بیشتر دوست داری که دختر خانم‌ها برات نظر بدن یا اینکه نظر آقایانه بشنوی؟ والا نظر هر دوی از اونا محترم است. نظر هر دوی زیادتر بازم فرق میکنم. من که فکر میکنم شاید به نظر خودتان چه قسمت است؟ میخواین دوست دارین بشنوین از زبان دختر خانم‌ها یه گپ یا اینکه آقایان براتون بگوین که فعلا که من میبینم زیادتر تاثیر گپای خانما داشته ما دلیلش... ما متعدس میزدم برتون نگفتم گفتم خودتون بگید یک دلیل بسیار خاص داره خب. مثلا وقتی که ما درایو میکنم اولین زنه از تو با گفتش هستم که میگه چپ چپ برو راست راست میگم یعنی نویگیشن که هست خب. یعنی ما از اون بابات فهمیدم که نه والا در گپای یا در سخنهای خانما بسیار پاور است یعنی کدام مرد میتونه خلاف اگه بگویند مثلا به طرف راست یا به طرف چپ بره یعنی بیشتر توجهتان طرف خانماست یعنی میخواین که نظر از اونا را قبول کنید اما من نظر همه گیشون نمیدوزم خب گپتان گفتین دیگه اگه شوخی بود یا راستی خب مقصد لخره کمک خنده کنه کنه باشه خسته کنه باشه خانماست